سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا روزی همراه باشید با خبرهای امروز سازمان آف بین خواستار توقف اعدام ریحانه جباری زن 26 ساله ایرانی شد دیروز دوشنبه برخی رسانه ها از انتقال ریحانه جباری به زندان رجای شهر به منظور اجرای حکم قصاص او خبر داده بودند اما امروز یک منبع مطلع در قوه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد انتقال خانم جباری به زندان رجایی شهر برای اجرای حکم اعدام صحت ندارد در همین حال کمپین دفاع از حقوق بشر ایران خبر داد ریحانی جباری در تماسی تلفنی به مادرش گفته حالش خوب است و در زندان قرچک نگهداری می شود ریحانه جباری شش سال پیش به اتهام قتل مرتزا عبدالعلی سربندی از کارکنان سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که قصد تجاوز به او را داشته بازداشت شد و جریان رسیدگی به پرونده این متهم دارای ابهامات بسیاری بوده است. رضا خندان همسر نسرین ستوده از محاکمه دوباره همسرش روز سهشنبه هشتم مهر به درخواست دادستانی تهران و با درخواست لغو پروانه وکالت خبر داد آقای خندان در صفحه فیسبوک خود نوشته نتیجه این دادگاه از این جهت دارای اهمیت است که در صورت موافقت با لغو پروانه خانم ستوده نهادهای مختلف لیستهای های بلند از وکلای مستقل را در اختیار کانون جهت لغو پروانه قرار خواهند داد و بدین ترتیب باقی مانده استقلال کانون وکلا از بین خواهد رفت کما اینکه تاکنون چنین پرونده هایی برای چندین تن از وکلای مستقل گشوده شده است آقای خندان افسوده کسی که به دلیل مخالفت وزارت اطلاعات هشت سال پشت در کانون وکلا مانده تا پروانه وکالتش را به دست بیاورد به این سادگی حاضر نخواهد شد تا حق قانونیش را از او بگیرند حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی روسی گفت اینکه انتظار داشته باشیم شش قدرت جهانی و ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی به توافق هسته‌ای دست یابند واقع گرایانه و ممکن است تهران و گروه پنج به علاوه یک تا سوم آذر ماه امسال فرصت دارند تا توافق موقت ژنو را به توافقی جامع و نهایی تبدیل کنند رئیس جمهوری اسلامی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشت طرف ایرانی در تصمیم خود جدی است و اگر طرف مقابل نیز جسارت کافی نشان دهد به نظر من حصول توافق ممکن است جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی همکنون پیرامون دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای مذاکره می‌کنند آخرین دور مذاکرات هسته‌ای در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک در هفته گذشته برگزار و روز چهارم مهر بدون نتیجه خاصی پایان یافت. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که مذاکرات بعدی هستی اواسط اکتبر یعنی حدود دو هفته دیگر در وین یا ژنو از سر گرفته می شود. وی پیشتر از وجود اختلافات زیاد میان دو طرف درباره برنامه هستی جمهوری اسلامی خبر داده بود. به گزارش روزنامه مسکو تایمز آقای روحانی همچنین در مصاحبه با شبکه تلویزیونی دولتی روسیه با انتقاد از تحریم های غرب علیه روسیه این اقدامات را ابزاری نادرست نامید و گفت که جمهوری اسلامی از هیچ کمکی به روسیه دریغ نخواهد کرد آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر نقش روسیه در بحران اوکراین تحریم هایی در زمینه انرژی مالی و نظامی علیه روسیه وضع کردند روسیه نیز به نوبه خود واردات محصولات کشاورزی از اتحادیه اروپا را ممنوع کرده است در همین زمینه آقای روحانی گفته که به افزایش روابط تجاری بین دو کشور امیدوار است و محصولات کشاورزی ایران تا پایان سال 2015 وارد بازار روسیه خواهد شد رئیس جمهوری اسلامی افزود که برای مقابله با تحریم راه های مختلفی وجود دارد در این زمینه میتوان روابط با همسایگان را تقویت کرد و ایران در شرایط فعلی برای ارائه هر نوع کمک به مردم و دولت روسیه آماده است. جمهوری اسلامی و روسیه 18 شهریور ماه تفاهم نامه اقتصادی و انرژی با یکدیگر امضا کردند. ماه گذشته همزمان با سفر یک مقام بلندپایه روسی به ایران، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی اظهار داشت که سطح مبادلات ایران و روسیه میتواند تا بیش از ده برابر افزایش یابد و به رقم 15 میلیارد دلار در سال برسد. بر اثر یک انفجار انتحاری در بیمارستانی در یمن دستکم 15 پانزده شپ نظامی شیعه مذهب حوثی کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. مقام های رسمی یمن گفتند پنج حسی دیگر نیز در حمله گروه انصار و شریعه از گروه های وابسته به القاعده در جنوب یمن کشته شدند. شپن نظامیان شیعه مذهب حوثی پس از چند روز درگیری خونین با شپن نظامیان سنی حزب اصلاح و نیروهای مسلح وفادار به دولت مرکزی توانستند نخست این کشور را وادار به استعفا کنند به دنبال آن توافقنامه تشکیل دولت وحدت ملی میان گروه های رقیب در یمن و با حضور عبدالرب و منصور هادی رئیس جمهور به امضا رسید دولت یمن و برخی کشورهای عربی جمهوری اسلامی را به حمایت از شبه نظامیان حوسی متهم می کنند اما جمهوری اسلامی با رد این ادعا میگوید از خواستای مشروع مردم یمن حمایت می کند. گروه تروریستی داعش با شهر کوبانی فقط 5 الی 10 کیلومتر فاصله دارند. انتظار می روید که پس از دو هفته محاصره این شهر سقوط کند. همزمان ترکیه نیز تانکهای خود را راهی مرزها کرده است. به رغم تداوم حملات هوایی نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا علیه موازه گروه تروریستی داعش نفرات این گروه به نزدیکی شهر کلیدی کردنشین واقع در شمال سوریه و نزدیکی مرز ترکیه رسیدن. ترکیه که عضو ناتوس در آستانه بررسی طرح پیوستن این کشور به نیروهای اطلاف در پارلمان تانکهای خود را آزم مرزهای این کشور کرده است. نیروهای اطلاف به رهبری آمریکا به عملیات جدیدی علیه موازه گروه دولت اسلامی دست دادند. با این حال، به گفته سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه نفرات داعش توانستند به چهار کیلومتری شهر استراتژیک کوبانی در سوریه برسند به گزارش خبرگزاری فرانسه در طول دو هفته گذشته نیروهای افراطی این گروه اسلامگرا تا به این حد به این شهر نزدیک نشده بودند نزدیک شدن این نیروها منجر به فرار ده ها هزار نفر از ساکنان این شهر از مرز شده است. سازمان نظارت بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است میگوید نیروهای داعش حین پیشروی خود 15 فروند موشک به مرکز کوبانی شلیک کردند. دست کم یک نفر بر اثر این حملات کشته شد. موشک های دیگر به منطقه مرزی اصابت کرد. در همین حال ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در سخنانی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت سوریه از تلاش نیروهای اطلاف علیه گروه داعش استقبال می کند معلم گفت جمهوری عربی سوریه تکرار می کند که از هر گونه تلاش بین المللی با هدف جنگ و مبارزه با تروریسم استقبال می کند. اما تاکید دارد که این باید با رعایت کامل احترام به جان شهروندان بیگناه و در چارچوب احترام کامل به حاکمیت ملی و در تطابق با کنوانسیون های بین المللی صورت پذیرد. در خبر دیگر هم یکی از تصویر برداران خبرگزاری فرانسه می گوید ارتش ترکیه بعد از اصابت چند گلوله به روستاها و برخورد دست کم یک خمپاره به خاک این کشور تانکها و خودروهای زرهی خود را راهی منطقه مرزی کرده است جمیل چشک سخنگوی پارلمان ترکیه گفته است که طرح پیوستن ترکیه به نیروهای اطلاف ممکن است امروز شنبه در دستور کار قرار بگیرد اما احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه پیشتر گفته بود که این تر روز پنجشنبه به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد با نزدیک شدن هرچه بیشتر نیروهای گروه تروریستی داعش به مرزهای ترکیه و فرار دهها هزار کرد به این کشور رجب طیب اردوغان خواستار ایجاد منطقه حائل میان ترکیه و سوریه و عملیات زمینی علیه توریست ها شد. گفتنی سرکیه تا زمانی که دهاتن تن از اتباع این کشور از جمله دیپلومات ها و کودکان هنوز در اسارت نیروهای داعش بودند از همکاری با نیروهای اطلاف سرباز می زد. اما بعد از آزادی این گروگان ها رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت اوضاع تغییر کرده است و ترکیه ممکن است موزه سرسختانه تری در برابر این گروه اتخاذ کند. شهر دونسک دیروز شاهد درگیری جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین و نیروهای دولتی این کشور بود. گفته می شود دست کم 15 نفر در پی این درگیری کشته شدند. گزارش شده این خونین ترین درگیری پس از آغاز آتش بس بوده است. مقامات شهر دونس گزارش دادند در جریان درگیری ها سه غیر نظامی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. شورای شهر دونسک در بیانیه خاطر نشان کرده اوضاع شهر بسیار بحرانی است و هنوز از مناطق مختلف شهر صدای تیراندازی به گوش می رسد. منابع پزشکی سودان جنوبی گفتند دست کم پنجاب و ششتن به علت برخورد یک دستگاه اتوبوس با یک دستگاه کامیون در سودان جنوبی جان خود را از دست دادند. این اتوبوس آزم اوگاندا بود. بازرگانان اوگاندایی نقش مهمی در اقتصاد ضعیف سودان جنوبی بازی می کنند که بیش از سه سال پیش با جدایی از کشور سودان استقلال خود را اعلام کرد. عبدالله البشیر فرمانده ستاد ارتش آزاد سوریه روز سهشنبه در بیانیه ای نظامیان علوی را به جدایی از ارتش بشار اسد فراخواند به رژیم بشار اسد را به کشتی ویران شده ای توصیف کرد که باید هرچه زودتر آن را ترک کرد آقای البشیر همچنین نظامیان علوی را جهت پیوستن به ارتش آزاد سوریه و به عهده گرفتن پستهای رهبری در این ارتش فراخواند بسیاری از کشورهای جهان ارتش آزاد سوریه و مخالفان معتدل سوری را تنها گزینه رهایی مردم سوریه از رژیم این کشور به شمار میآورند در حال حاضر شبه نظامیان حزب الله لبنان و گردان ابوالفضل العباس عراق در حال جنگ با مخالفان مسلح سوری هستند با سرپیچی ده ها هزار تن از دستور دولت مبنی بر ترک محل تحصن اعتراضات در هنگ کنگ ادامه یافته است. تظاهرات پس از آن شدت گرفت که پلیس تلاش کرد با استفاده از باتون و گاز اشکاور معترضان را پراکنده کند. معترضان طرفدار دموکراسی به این دلیل از دولت چین خشمگین هستند که گزینه های آنان را برای انتخابات سال 2017 محدود کرده چرا که پکن قصد تایید صلاحیت ها را دارد. چین به دیگر کشورها هشدار داده که از این تظاهرات غیرقانونی حمایت نکنند. تظاهرکنندگان کنندگان خواستار برگزاری انتخابات آزاد هستند و از پکن میخواهند تا از برنامههایش برای نظارت بر کاندیداهای های انتخابات سال 2017 ریاست جمهوری ریاست دولت محلی هنگ کنگ منصرف شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل متحد خطر جمهوری اسلامی را بزرگتر از خطر گروه داعش دانست و بر لزوم نابودی ظرفیت سلاح هستهای ایران تاکید کرد بنیامین نتانیاهو سخنرانی خود را با خطرات ناشی از گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه آغاز کرد و به قربانیان گرایی اسلامی اشاره و آن را به قده سرطانی تشبیه کرد و گفت که این نوع بنیادگرایی به سرعت در حال گسترش است و یهودیان، کردها، ایزدیها، مسیحیان و دیگران می توانند در ردیف قربانیان باشند. به گفته آقای ناتانیاهو برای حفاظت از صلح باید قده سرطانی افرادگرایی اسلامی را ریشهکن کرد. نخست وزیر اسرائیل سپس با مقایسه میان داعش و حماس گفت هر دوی آنها یک اندیشه بنیادگرایی مشابه دارند و افزود داعش یعنی حماس حماس یعنی داعش چرا که هر دوی آنها شاخه‌هایی از یک درخت مسموم هستند به ازار داشت نازی ها نیز به نژاد برتر اعتقاد داشتند اسلامگرایان افراطی نیز خود را برتر می دانند. ولی پرسش در اینجاست که آیا گرایی اسلامی مانند نازی ها به قدرت خواهد رسید که بتواند بلند پروازی های خود را عملی کند؟ ناتانیا ها در اینجا بارها به برنامه های اتمی جمهوری اسلامی و سیاست های سران این رژیم اشاره کرد و گفت تنها یک جا هست که ممکن است با دستیابی به قدرتی بزرگ جا طلبی خود را نیز عملی کند آنجا جمهوری اسلامی است که بنیانگذار آن خمینی با ندای لا اله الا الله و مجریان بیرحم این حکومت سپاه پاسداران در اندیشه تسلط بر دنیا هستند نخست وزیر اسرائیل به بخشهایی از اظهارات شماری از مقامات جمهوری اسلامی اشاره کرد و جمله گفت محمد علی جعفری فرمانده کنونی سپاه تأکید کرده است که اسلام به قراعت ما باید بر جهان سروری کند نتانیاهو در این بخش از سخنرانیش گفت روحانی هفته پیش همین جا ایستاد و اشک تمساه ریخت با این هدف که تحریم ها علیه ایران لغو شود اما بهتر است که او اشک تمساه نریزد و با فرماندهان سپاه در مورد عملیات حمایت آنها از تروریسم صحبت کند به ابزود اینکه روحانی میگوید ایران حامی تروریسم نیست یکی از عجیب ترین سخنان تاریخ است برخی ها میگویند اوضاع در ایران فرق کرده روحانی و وزیر خارجهش افرادی خوش بیان هستند و محتوای سیاست خارجی ایران را تغییر دادند اما این افراد ساده رو هستند و به هدفهای قایی رژیم ایران توجه ندارند ناتانیاهو در این بخش از سخنان خود به وزیر خارجه جمهوری اسلامی به عنوان دیپلماتی که ظاهرا خوش سخن است اشاره بیشتری کرد و گفت اما ببینید که ظریف در کتاب خود چند سال پیش چه نوشت او نوشته بود که ما وارثان یک معمولیت جهانی هستیم همان معمولیتی که فلسفه وجودی ما را تشکیل می دهد زریف در کتاب خود پرسیده است اما چگونه است که کشور مسلمان مالزی با مشکلات مشابه ایران روبرو نمی شود و خود زریف پاسخ می دهد که مالزی نخواسته مانند ما ایران نظم جهانی را تغییر دهد نخست وزیر اسرائیل خطاب به حیات های سیاسی جهانی ابزود گول دلبری های جمهوری اسلامی را نخورید همه فریبکاری های آنها این است که تحریمها علیه ایران را هرچه زودتر لغو کنند اما هدفشان این است که هرچه زودتر به بمب اتمی برسند تا جایگاه ایران را به عنوان یک قدرت نظامی افراطی تثبیت کند و در آینده هر زمان که این خطرناکترین حکومت در این خطرناکترین منطقه جهان خواست بتواند خطرناکترین سلاح را به دست آورد به گفته نتانیاهو اگر جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دسترسی یابد بزرگترین تهدید جهانی خواهد بود و این چالش خطرناکتر از چند فرد مسلح نیروهای داعش بر روی واندبارها بارها خواهد بود. نتانیاهو آنگاه در این بخش از سخنانش بارها به مقایسه حکومت جمهوری اسلامی با داعش پرداخت و گفت زمانی که ایران بتواند سلاح اتمی را تولید کند دلبریهای های خود را به ناگاهان قطع خواهد کرد و آیت الله ها چهری واقعی خود را نشان خواهند داد لذا ظرفیت های نظامی ایران باید کاملا از بین برود نخست وزیر اسرائیل اظهار داشت داعش باید شکست بخورد اما اگر به خاطر شکست دادن داعش ایران را قوی کنیم این امر به مفهوم بردن جنگ و باختن صلح خواهد بود زیرا شکست دادن داعش و رها کردن ایران به حال خود یعنی باختن صلح و تضمین جنگ چرا که هر جا که افرادگرایی اسلامی پیروز شود اسلامیون رادیکال دیگر هم گستاختر می شوند. نتانیاهو با اشاره به جنگ پنجاه روزه تابستان در غزه نیز مدعی شد که جنگ اسرائیل با حماس جنگ برای همه جهان بود. وی به جرد سقیل های ادام در تهران نیز اشاره کرد و گفت تنها دموکراسی واقعی خاورمیانه اسرائیل است. اما پنجاه درصد مصوبه های سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل مرتبا اسرائیل را محکوم می کنند نتانیاهو مدعی شد که او آماده رسیدن به صلح واقعی و سریع است و گفت صلح زمانی محقق می شود که کشورهای عربی فعالانه عمل کنند ولی گفت در راه دفاع از ملی یهودی و اورشلیم هیچگاه از حقیقت صرف نظر نخواهم کرد بنیامین نتانیاهو چهارشنبه نهم مهر ماه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز دیدار می کند تا همین نظرات خود را تکرار کند Along that to happen, would pose the حسن روحانی به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی ماهاست از تشکیل جلسات این شورا خودداری کرده است. این شورا 17 اسفند 90 به دستور علی خامنه ای تشکیل و موظف شده تا مرکز ملی فضای مجازی ایران را رو راهاندازی کند. بر اساس آین نامه جلسات شورای عالی فضای مجازی باید هر ماه یک بار برگزار شود. که به دلایل نامعلومی آقای روحانی از تشکیل آن خودداری کرده است. مقام های قضایی از حسن روحانی خواستند هرچه سریع تر برگزاری این جلسات را از سر بگیرد. به نظر می افزایش اختلاف میان قوه قضایی و نهادهای نظامی با دولت یازدهم بر سر فیلترینگ شبکه های اجتماعی یکی از دلایل بیعتنائی روحانی به تشکیل این شوراست. وحید خراسانی از مراجع تقلید ایران فتوا به جایز بودن استفاده از ماهواره داد این مرجع تقلید در پاسخ به استفتایی مبنی بر استفاده از آنتن ماهواره گفته است در صورتی که استفاده از ماهواره انحراف عقیده یا سستی در مسائل شرعی نباشد اشکالی ندارد به همچنین در پاسخ به استفتای دیگری درباره خرید و فروش ماهواره نیز پاسخ داده در صورتی که موجب ارتکاب خلاف شر برای دیگران نشود جایز است این فتوا ها در حالی صادر می شود که در حال حاضر با دارندگان، فروشندگان و نصابان ماهواره به شدت برخورد می شود. ستاد امره به معروف و نهی از منکر شهرستان شوشتر در جلسه ای به میزبانی یار علی حسینی رئیس دانشگاه آزاد این شهرستان نوع پوشش دختران دانشجوی این واحد دانشگاهی را تصویب کرد. خبرگزاری آنا که این خبر را منتشر کرده به نوع پوشش تصویب شده در این جلسه اشاره نکرده اما شماری از دانشجویان دختر دانشگاه آزاد شوشتر به سایت استان وایر گفتند پوشش چادر برای دانشجویان دختر این دانشگاه اجباری است و دانشجویان غیر چادری نیز در حین حضور در محوطه دانشگاه مجبور به استفاده از پوشش چادر هستند 900 کارگر شرکت واگن پارس عراق برای سومین روز به اعتصاب خود ادامه دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا کارگران اعتصابی به تعویق پرداخت سماهی حقوق خود اعتراض دارند. یکی از کارگران به خبرگزاری ایلنا گفته است طرح تجزیه شرکت واگن پارس به چهار شرکت جداگانه نیز آرامش روانی کارگران را برهم زده است. سامدار اصلی واگن پارس قرارگاه خاتم اوسیا است که کارفرمای این شرکت را تعیین می‌کند. سید مرتضوی با تاکید بر اینکه هیچ تخلفی در تامین اجتماعی صورت نگرفته گفته این پرونده را به هر مرجعی همچون حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات ارجادهند. دهند حقیقت بیشتر روشن می شود و ما استقبال می کنیم آقای مرتضوی در حاشیه مراسم ختم مادر هاشمی شاهرودی در پاسخ به اصرار خبرنگاران درباره آخرین وضعیت پرونده خودش گفته از آقای جعفری دولت آبادی بپرسید ما پاسخ داده ایم و منتظر تصمیم هستیم محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد هم گفته هیچ یک از اتهامات مطرح شده علیه خود در دادگاه را قبول ندارد و به حکمش اعتراض خواهد کرد عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی با اشاره به ارتباط آقای زنجانی میگوید وی کاسبیش را در زندان ادامه میدهد امیر سلطانی همچنین از درگیر بودن چند وزیر احمدی نژاد در این پرونده خبر داده است. یک عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی گفت که بابک زنجانی اختلاسهایش را بدون هیچ مانعی از زندان ادامه می دهد. امیر سلطانی در گفتگو با سایت انتخاب با اشاره به بازداشت ده نفر که او آنها را عوامل بابک زنجانی خان تصریح کرد این مسائل حکایت از آن دارد که زنجانی در شرایط مساعدی کارها اختلاسها و کاسبیش را بدون هیچ مانعی مدیریت کرده و ادامه می دهد. آقای سلطانی اضافه کرد پرونده بابک زنجانی فعلا پیشرفت محسوسی نداشته و او هر روز برگ جدیدی رو کرده و کار خود را از زندان انجام می دهد. غلام حسین محسنی اجری سخنگوی قوفه قضایی نیز روز سی و شهری بر گفته بود که بابک زنجانی از طریق واسطه هایی پیغام به بیرون زندان میفرستاده است. بنابر این گزارش که در خبرگزاری های مختلف ایران نیز بازتاب داشته امیراباس سلطانی روز یکشنبه با اشاره به پرونده بابک زنجانی اضافه کرد سه یا چهار وزیر و مسئول دولت احمدی نژاد از جمله وزیر دارایی رئیس بانک مرکزی و وزیر نفت در این مسئله درگیر بوده و باید پاسخگو باشند بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی روز 21 مرداد گفته بود که بابک زنجانی با مصوبه کارگروه نفت دولت و با نامه رئیس کل بانک مرکزی در دولت گذشته دو میلیارد و 700 میلیون دلار دریافت و به حساب بانک جلی خود واریس کرده است. بر اساس مصوبات دولت پیشین معاون اول رئیس جمهور وزیر نفت وزیر صنایع وزیر اقتصاد وزیر اطلاعات معاون برنامهریزی ریاست جمهوری رئیس کل بانک مرکزی مدیرعامل شرکت ملی نفت و رئیس دفتر رئیس جمهور از سال 1389 اعضای کارگروه نفت دولت بودند آقای سلطانی رضا زراب را کارمند بابک زنجانی خواند و افزود اینکه میگویند زراب برای پرداخت بدهی زنجانی اعلام آمادگی کرده بازی خود این آقاست که میخواهد پرونده را به هاشیه بکشاند سخنان این نماینده مجلس در حالی بیان می شود که حمید حسینی خزاندار اتاق بازرگانی تهران گفته است اعتقاد ندارم که زنجانی رئیس زراب باشد سابقه کاری و اصالت خانوادگی زراب بیشتر از زنجانی است. رضا زراب ایرانی تبار طبعه ترکیه به همراه دهها تن دیگر 26 آذر ماه سال 1392 به اتهام پولشویی 87 میلیارد یورویی و انتقال غیرقانونی حدود 35 میلیارد یورو پول از ایران به ترکیه بازداشت شد. دادستانی ترکیه در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای رضا زراب و دیگر متهمان این پرونده قرار منع تعقیب صادر کرده است حمید حسینی خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در مصاحبه با روزنامه آرمان مدیر یک شرکت نفتی خارجی معتبر را فردی معرفی کرد که برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است وی گفت که این فرد ایرانی نیست ولی احتمالا همسر یا مادرش ایرانی هستند. به گفته آقای حسینی این شرکت که در ایران نیز دفتر دارد در نامه رسمی به بانک مرکزی ایران برای پرداخت بدهی بابک زنجانی اعلام آمادگی کرده است. مصطفى پور محمدی وزیر دادگستری شش شهریور با اشاره به اعلام آمادگی ادهی در خارج از کشور برای پرداخت بدهی های بابک زنجانی گفته بود ما باید حواسمان جمع باشد تا رو دست نخوریم چرا که شاید کسی نقشه های دیگری داشته باشد بابک زنجانی که به گفته خودش مالک بیش از هفتاد شرکت و ده میلیارد دلار سرمایه در ایران و خارج از کشور است پارسال به اتهام فساد مالی بازداشت و روانه زندان شد. معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران 13 تیر ماه گفته بود که بابک زنجانی و نیروی انتظامی که در دولت پیشین عهدهدار فروش بخشی از نفت خام و میعانات گازی کشور شدند، نتوانستند ها را به فروش برسانند و عمده بدهی آقای زنجانی به خاطر هزینه نگهداری این محموله ها در کشتی است. صندوق جهانی حیات وحش اعلام کرد جمعیت ماهیها، پرندگان، خزندگان، پستانداران و دوزیستان جهان بین سالهای 1970 تا 2010 به میزان 52 درصد و بسیار بیش از تصورات قبلی کاهش یافته است. در این گزارش که هر دو سال یک بار منتشر می شود آمده است اکنون نیازمندی های انسان 50 درصد بیش از توان تحمل طبیعت و در نتیجه روند قطع شدن درختان پمپاژ منابع آبی و انتشار گازهای کربنی بسیار سریعتر از ظرفیت احیا و بازیابی طبیعت است این گزارش در این حال تاکید می کند چنانچه سیاست مداران و شرکت ها اقدامات درست برای محافظت از طبیعت را اتخاذ کنند هنوز امیدهایی وجود دارد یافته گزارش دو سالانه صندوق جهانی حیات وحش حاکی است که بیشترین میزان کاهش حیات وحش در مناطق استوایی با خصوص آمریکای لاتین روی داده است. پلیس ژاپن از افزایش تلفات انسانی در کوه اونتاکه که فعالیت آتشفشانی آن همچنان ادامه دارد خبر داده است. به گزارش رویترز با فعال شدن آتشفشان این قله که روز شنبه با برخواستن دود و مه قلیز آغاز شده بود، 31 کوه نورد که قصد صعود به ارتفاعات این کوه را داشتند در محاصره خود قرار داد. پلیس ژاپن تعداد کشته شدگان این حادثه را دوازده تن اعلام کرده است. فعالیت گروه های امدادی برای نجات گردشگران محاصر شده همچنان ادامه دارد. دولت ژاپن بیش از 400 نیروی نظامی و امدادی را برای کمک به افرادی که در این حادثه گرفتار شده اند به منطقه اعزام کرده است. دولت اسپانیا با شکایت به دادگاه قانون اساسی این کشور خواستار صدور حکم غیرقانونی بودن همه پرسی در منطقه خودمختار کاتالونیا شد. رئیس منطقه خودگردان کاتالونیا در شمال اسپانیا اعلام کرده است قصد دارند همه پرسی استقلال این منطقه را در تاریخ 9 نوامبر یا 18 آذر برگزار کنند پارلمان منطقه کاتالونیا چندی پیش با 106 رأی موافق در مقابل 28 رأی مخالف برگزاری همه پرسی را تصویب کرد فرهنگ سراها به نمایشگاه نقاشی گلایول هما ایراد به دلیل وجود علمان زن و ساز در تابلوهایش مجوز ندادند. به گزارش خبرگزاری ایسنا خانم هما ایراد گفته شرط نخست آنها برای برگزاری نمایشگاه این بود که پنج تابلوی که تصویر زن در آنهاست حذف شود اما بعدا به تصویر سازها هم ایراد گرفتند. به ناگذیر شده است آثارش را برای نمایش به یک گالری خصوصی ببرد. نمایشگاه آثار این هنرمند همکنون در گلريه احسان تهران برپاست محمد رضا برجی مدیر کل محیط زیست گیلان میگوید جنگل های گیلان تبدیل به سطل زباله شده است. آقای برجی گفته است تا کنون برای حل بحران زباله در گیلان کارهای زیادی انجام شده اما هیچ کدام به نتیجه نرسیده و هر روز بر حجم زباله های رها شده در دامن طبیعت افزوده می شود. بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان سرانه تولید زباله در کشور برای هر نفر روزانه حدود 700 گرم است. این در حالی است که این رقم در گیلان به طور میانگین بین 800 گرم تا 1 کیلو و گرم برآورد می شود. مدیر کل محیط زیست گیلان قرار گرفتن مکانهای دفن زباله در حاشیه رودخانه ها، جنگل ها و دریاها، دفن غیر اصولی و بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی را از مهمترین دلایل ناکامی روش های دفن زباله عنوان کرد. در پایان خبری داریم برای علاقمندان هنرهای نمایشی برای ایرانیان ساکن لندن نمایش دادگاه خواهر شیرین عبادی با بازیگری هادی خورسندی و پروانه سلطانی روز جمعه سوم اکتبر ساعت 8 بعد از ظهر در سالن کتابخانه کنزینگتون لندن به روی صحنه می رود. با این خبر به پایان این مجموعه خبری می رسیم. ممنونم که با ما همراه هستید. از هم... طرف خودم و همکارانم در گروه خبر شب خوبی را برای شما آرزو می کنم.